میر جاودان فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه هستند. آقای جاودان فرد، در حالی که اسرائیل همزمان با جنگ در غزه، نبرد با حزب الله در مرزهای شمالی رو آغاز کرده، به سوریه هم حمله کرده، چه برآوردی میشه از استراتژی اسرائیل داشت؟ چطور میبینید این تحولات تازه جنگ رو؟ یکی از اهداف اصلی اسرائیل برای حمله به اهداف در سوریه این هستش که دولت اسرائیل نگران از این هستش که سوریه تبدیل بشه به یک پایگاه موشکی جدید برای جمهوری اسلامی ایران که از اون بتونه استفاده بکنه برای تهدید شهروندان اسرائیل. ما دیدیم که بعد از جنگ 2006 حزب الله تبدیل کرد لبنان رو به یک پایگاه موشکی و اسرائیل جلوی اون رو نگرفت و الان می‌بینیم که حزب الله یه چیزی حدود 100 تا 150 هزار تا موشک داره در لبنان و این اشتباهی هستش که واقعا اشتباه بزرگی بود که اسرائیل مرتکب شد که جلوی این رو نگرفت و الان اسرائیل مصمم هستش که دوباره این اشکال رو این اشتباه رو دوباره مرتکب نشه و جلوی اون رو بگیره. این یکی از دلایل هستش که اسرائیل حمله میکنه به اهداف به سوریه. البته خیلی هاشون بر اساس گزارش های خارجی هستن، اسرائیل تایید نکرده. یکی دیگه هم این هستش که حکومت بشار الاسد و حکومت آیت الله خامنه ای تصمیم گرفتن که سوریه رو تبدیل بکنند به یک پایگاه برای دشمنان اسرائیل، دشمنانی مانند حماس و حزب الله، و بر اساس گزارش ها در مطبوعات با هدف گرفتن مهمات پایگاه ها، مهمات و انبارخانه های اسلحه و حتی فرماندهان حماس و گروه های دیگه در سوریه، اسرائیل میخواد جلوی این روند رو هم بگیره که سوریه تبدیل اسرائیل، چون اسرائیل نمیخواد که در حال حاضر که اسرائیل در غزه در جنگ شدید هستش، جمهوری اسلامی بخواد از سوریه استفاده بکنه برای تنظیم عملیات های ضد اسرائیلی. همزمان با ادامه پیدا کردن جنگ، آقای جاودان فرد، تلاش های دیپلماتیک بسیاری هم برای برقراری آتش بس در جریان هست. خب میدونیم که وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن که به منطقه سفر کرده، گفتگوهایی رو با قطر، مصر و عربستان سعودی داشته و در حال حاضر در تل آویو هست. چقدر میشه به نتایج این رایزنی ها امیدوار بود؟ بر اساس گزارش های دیشب حماس تقاضا کرده که آتش بس دائمی برقرار بشه، ولی اسرائیل رو قبول نمی کنه. بر اساس آقای عموس گیلاد، یکی از جنرال های اسبق ارتش اسرائیل که خیلی مجرب هستن ایشون در مورد مسئله فلسطینی، یکی از مشکلات کنونی این هستش که الان ما به خصوص الان بعضی از گروه های فلسطینی، بعضی از مسئولان فلسطینی، اونا اظهارات میکنن میتونه به مذاکره صدمه بزنه. مانند اینکه مثلا آقای نتانیاهو گفته بود که ما قصد داریم که سینوار رو بکشیم. خب این یه همچین چیزایی رو در ملأ عام گفتن میتونه واقعا صدمه بزنه به مذاکرات. من هنوز خوشبین نیستم، ولی واسه ببینیم که تا چه حد آقای بلینکن میتونه فشار بیاره روی دولت اسرائیل، چون از یه طرف دولت اسرائیل نمیخواد که حماس برگرده به غزه، و از این طرف آقای بلینکن چقدر میتونه فشار بیاره روی قطر که فشار بیاره روی حماس تا حماس حداقل یه قسمتی از اسرای اسرائیلی رو آزاد بکنه، چون این بسیار مهم هستش. پس الان متغیرهای زیادی هستن که در حال عوض شدن هستن در هر روز، و این مسئله خیلی خیلی پیچیده است که من بتونم هیچ جواب دقیقی رو به شما بدم. متاسفم. سپاسگزارم از توضیحاتتون. ممنونم میر جاودان فرد، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما.